ترامپ: پیروز شوم کار ایران سخت خواهد شد. و پومپئو عراق را تهدید کرد. رئیس جمهوری آمریکا با این ادعا که ایران و ونزوئلا قصد مذاکره و توافق با واشنگتن را دارند گفت که پس از انتخابات شرایط را برای توافق با این کشورها سخت‌تر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در یک سخنرانی انتخاباتی مدعی شد که ایران و ونزوئلا قصد مذاکره و توافق با واشنگتن را دارند، اما او قصد دارند هر توافق را به پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در آبان ماه موکول کند. ترامپ با این ادعا که در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو شرایط توافق را برای ایران و ونزوئلا سخت‌تر خواهد کرد، افزود که حتی اگر ایران و ونزوئلا نیز اکنون خواهان مذاکره باشند، او قصد دارد تا پس از انتخابات منتظر بماند. ادعای ترامپ در حالی است که ایران بارها تأکید کرده هیچ مذاکره‌ای برای برجام نخواهد کرد و تنها زمانی حاضر به مذاکره خواهد بود که آمریکا به برجام بازگشته و همه تحریم‌هایی را که مجدداً علیه ایران وضع کرده لغو کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر بارها تأکید کرده است که ایران پشت میز مذاکره در کمیسیون برجام بود و هست و این آمریکا بود که با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها میز مذاکره را ترک کرد و اکنون باید بازگردد. رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت 1397 خروج کشورش را از برجام اعلام کرده بود و به رغم قوانین بین المللی و با نقض قطعنامه 2231 همه تحریم‌های رفع شده به واسطه این توافق را علیه ملت ایران بازگرداند. و پومپئو عراق را تهدید کرد. طبق اعلام روزنامه واشنگتن پست، مایک پومپئو عراق را تهدید کرده است که در صورت ادامه حملات به پایگاه‌های آمریکا سفارت این کشور را تعطیل می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به دولت عراق گفته چنانچه دولت این کشور نتواند حمله به پایگاه‌های آمریکا را متوقف کند، واشنگتن سفارتش در بغداد را تعطیل خواهد کرد. بیننده‌های عزیز، ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز کلیک کنید تا از تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان آگاه شوید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.